مولانا خدا و سلام بر شما. با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. معاون سیاسی رئیس الوزراء در دیدار با هیئت علمای سازمان همکاری اسلامی گفته است که افغانستان توسط یک نظام قوی اسلامی اداره می شود و امارات اسلامی خواهان تعامل مثبت با جهان است. و گفته ی ارگ، هیئت سازمان همکاری اسلامی در این دیدار مبارزه امارات اسلامی در برابر داعش را مؤثر خواندند. این هیئت افزوده است که جهان اسلام خواهان ثبات دائمی در افغانستان است و حامی جنگ نیست. به گزارش در همین مورد توجه کنید. دیدار هیئت علمای سازمان همکاری اسلامی با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء. ارگ با پخش خبرنامه گفته است که آقای کبیر در دیدار با این هیئت بر داشتن تعاملات مثبت با همه کشورها تاکید کرده است و نیز گفته که در حال حاضر به دلیل سیاست سالم امارت اسلامی افغانستان روابط سیاسی و تجارتی خوبی با شماری از کشورها دارد. آقای کبیر افزوده است که افغانستان توسط یک نظام قوی اسلامی اداره می شود و جایی برای اختلافات زبانی، قومی و مذهبی وجود ندارد. په دې ناسته کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د روابطو پر تقوی، دو اړخیزو همکاریو او په افغانستان کې د اسلامي نړۍ د هیوادونو تجربو ته په پام د نجونو د زده کړو او ښځو ته د کار پر د زمینو پر برابرېدو او په نور موضوعګانو بحث وشو. این هیئت سازمان همکاری اسلامی که متشکل از کشورهای مختلف اسلامی است در دیدار با معاون سیاسی رئیس الوزراء گفتند که جهان اسلام خواستار ثبات دائمی در افغانستان است و حامی جنگ نیستند. آنان همچنان مبارزه امارت اسلامی در برابر داعش را قابل ستایش دانسته و تاکید کردند که جهان باید به این پیشرفت‌ها اعتراف کند. این رفت آمدها می تواند روزانه امید سیاسی مردم افغانستان بیشتر بسازه، و چون زمانی که حیات در این جمعه اینا تماما مسائل از نزدیک میبینن، پیشرفت اقتصادی حکومت میبینن، امنیتی که در افغانستان هست امروزی رو میبینن. هیئت سازمان همکاری اسلامی که روز پنجشنبه وارد کابل شد با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کشور نیز دیدار کرده است. آقای متقی از این هیئت خواست که حقایق موجود در افغانستان را درک کنند و آن را به مقامات کشورهایشان و جامعه بین الملل انعکاس بدهند. از سوی دیگر انس حقانی از اعضای ارشد امارت اسلامی که در سفر به ولایت خوست رفته است نیست صدای تعامل با جهان را بلند می کند. مکتول نړۍ ته د تعامل غیږ ورکړه، حتی هغو سره مو هم د دښمنۍ د فصل پای اعلان کړ چې پر موږ یرغل وکړ. د دې خلکو کرامت ته یې درناوی ونه کړ او ډېرې سپېڅلې وینې یې توی کړې. نو خپلو خلکو سره خو باید په زړه کې هم بده خبره ونه لرو. نور د دې وطن د جوړولو وخت دی، د زړونو د ګنډلو مرحله ده، او تر دې وروسته باید لکه نور پرمختللي ملتونو د ژوند اسانتیاوې ولرو. سازمان همکاری اسلامی در گزارش گفته که سفر هیئت علمای دینی بر افغانستان در پی توافق کمیته اجرایی این سازمان و شورای وزیران خارجه کشورهای اسلامی که شماری از علما از رئیس این سازمان درخواست اعزام این هیئت به افغانستان را داشتند صورت گرفته است. طارق بخیت، نماینده سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و نمایندگانی از کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، مالیزیا، اندونزیا، چاد، گینا و سایر کشورهای جهان اسلام و نیز رئیس عمومی اکادمی بین المللی فقه شامل هیئت اعزام سازمان همکاری اسلامی به کابلند. بسم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای شهاب الدین سرمند، آگاه روابط بین الملل از آلمان، آقای مفتی حمیدالله صمیم، آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو، و همچنان آقای سنگر امیرزاده، فعال اجتماعی و سال، همچنان در استودیو با ما حضور دارن. مهمانان عزیز، به بس خوش آمدید میگم. سرمند سپ اجازه بتین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. هیئت
علمای سازمان همکاری اسلامی به کابل آمدن و دیدارهای با مقامات ارشد حکومتی داشتند. در بعض موارد از حکومت سرپرست توصیف کردند و در کنار از اون نگرانی خود را مطرح کردند. آیا فکر میکنین که واقعا این هیئت میتونه نماینده جهان اسلام باشه و هم یک پتانسیل باشه که بتونه در قسمت تعامل سیاسی با امارات اسلامی تغییر ایجاد کنه؟ تشکر. درود به شما جناب احمدی عزیز، درود به مهمانان شما هر یک، جناب صمیم و جناب حبیب زاده، درود به همکاران محترم شما و درود و سلام خدمت بیننده های عزیز برنامه شما. اگر به حقیقت بنگریم، یک هیئتی که به افغانستان آمدن و با سران طالبان یا به رهبری حاکمان امروز ملاقات داشتن، تبادل نظر کردن، توصیف های هم داشتن، نگرانی های هم داشتن که هر دویش برحق است. آدم اگر عادلانه و منصفانه روی مسائل داخل کشور خود غور و دقت کنه، هر دو جهت هم برحق است. توصیف هم وجود داشت و نگرانی های نهایت دشوار و با دلهره هم وجود دارد. اما آنچه که شما سوال کردین، در پاسخ به سوال شما باید بگویم که این هیئت طی فیصله شورای سازمان خود یعنی آیسکو به افغانستان آمده. این سازمان از خود یک برنامه داره، این سازمان از خود یک خطوط اندیشوی داره که در کشورهای اسلامی جهت تأمین روابط کشورهای اسلامی به هم دیگر، تغییرات مثبت مطابق احکام اسلامی و همچنان جهت رونق بخشی علم، فرهنگ، دانش و مسائل اقتصادی سفر میکنه. اگر چنین که اخبار نشر شد و ما شنیدیم چنین باشه، ما فکر میکنم که آهسته آهسته دار جهان اسلام هم به این پای میبره که دست مساعدت و حاکمان امروز افغانستان دراز کنند تا باشه این کشور از منجلاب و دشواری هایی که با او مواجه هست نجات پیدا کنه و مردم افغانستان به مثابه بهترین انسان های مسلمان، بندگان صادق خداوند، هم راحت زندگی کنن، کار کنن و با وطن خود بیاندیشن. چی کنه قرار است که این سازمان این کار را بکنه؟ سرمند صاحب، شاید از این هستیم که در طول دو سال گذشته، هرچند که دو نشست را این سازمان در رابطه با افغانستان برگزار کرده، اما نقش بسیار فعال نه در قسمت کمک های بشری و نه در قسمت تعامل سیاسی با افغانستان داشت. در کنار از او چند پی شاهد از این بودیم که اعضای همین سازمان گفتند که حکومت سرپرست در افغانستان تصویر نادرست از اسلام را برای دنیا ارائه میکنه. من همین مسئله را گفتم. اینا وظیفه دارن به اساس و قوانین احکام اسلامی مندرج قرآن عظیمشان که اسلام واقعی را، اسلام حقیقی را، اسلام محمدی را به جهان و بالخصوص به کشورهای اسلامی انطباق بدن، تعریف کنن و مسیر اسلام به طور درستش اینا رهنمایی کنن. بله، نقدشان هم هم شنیدم و نقدشان بجای هم است. اول نقدشان به خاطر ازی بجای است که طالبان تا جایی که ما شنیدیم و در مصاحبه ها و در گفتارهایشان شنیدیم، خود برتر از تمام جهان اسلام میدانند که چنین نیست. اگر باز به واقعیت ها در بحث های دوگانه و سیگانه با خود رهبری طالبان آدم بشینم، برشان مستند میگه که در اینجا اینی خبت است، در اینجا اینی خبت است، در اینجا اینی اشتباه هست. بله، اونا حقیقت گفتن، ولی نمیشه که رها کرد و گذاشت که به اصطلاح در چاپ بفته یک حاکم، یک گروپ، یک کلکتیو در چاپ افتاد. باید دستش را گرفت و صمیمانه به مسابه اخوت المسلمین رهنماییش کرد. نقدشان به جای بود و حال تکانی که خوردن، اگر این تکان باز به باد فراموشی سپرده نشه، مثل نشست های دیروزشان که شیشتن رو نقد کردن و فراموش کردن. البته نقد که میشه، نقد به مسابه انتقام نیست، نقد به مسابه مساعدت است. مساعدت زمانی که نقد میکنن باید مساعدت کنن، رهن پیشنهادات خود بدن و به اصلاح فراموش نکنند. بلی، فراموش شد. افغانستان از طرف جهان اسلام فراموش شد، تا ای که سران اسلام گفت که تمام کشورهای اسلامی اسلامی را که ما داریم مطابق اسلام ما نیست. در صورتی که چنین نیست، همین اسلامی که از کجا سر بالا کرد، ما میفهمیم که اسلام از کجا سر بالا کرده، نمیشه اونجا نقد کرد. ما باید، یعنی حکام امروزی افغانستان طوری باید حرکت کنند که
تغییرات مثبت را مطابق اونمو احکام خداوندی که هیچ وقت خداوند در رابطه با اصلاح تزلزل، بدبختی، فقر، بیچارگی، عقبمانی هیچ بنده خدا دعوت نکرده، بلکه به طرف شتاب معقول، تغییر و تکامل و هوشیاری و بردباری و پیشرفت دعوت کرده اینا همکاری کنند. سپاسگزارم امیرزاده صاحب، شما را به بس خوش آمدید میگم. در دیداری که امروز هیئت سازمان همکاری اسلامی با معاون سیاسی رئیس الوزرا داشتن، افزوده هستند که جهان اسلام خواهان ثبات دائمی در افغانستان است. اگر واقعا این سازمان همچو چیز را میخواهد، چرا به نظرتان در قسمت کمک به توسعه روابط دیپلماتیک حکومت سرپرست در طول 2 سال گذشته گام موثر بر نداشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما حمدی صاحب و خدمت میمونای عزیز و همه بینندگان شما. من فکر میکنم که وقتی که خود یک کشور با بسیاری از کارخانگی خود عمل نکنه، ممکن کشورها هم علاقمند نباشند که یک چند قدم پیش بانند. ما بعد از اینکه نظام قبلی سقوط کرد، حداقل بعد از یک مدتی یک جایی که پیشرفت داشتند در موضوع امنیتی بود و فعلا یک ثبات امنیتی موجود است. اما شما تاریخ افغانستان اگر بعد از امیر عبدالرحمن خان در نظر بگیرین، ثبات دائمی ما نداشتیم. بله. هر پادشاه یا هر امیر و یا هر کسی که در زعامت افغانستان آمده و یا هر گروه فکر کرده که همه چیز تمام بوده و بالاخره ما باز به یک نتیجه میرسیم. من فکر میکنم چنین چیز نیست. پیشنهاد ما به امارات اسلامی و حاکمان امروز ما این است که شما مسئولیت تاریخی دارین که به مردم افغانستان در بعد از خود یک تاریخ خوب به جا بگذارین. اوی است که تاریخ بسیار قاضی بیرحم است و از خصوصا از 40 سال اخیر اگر شما چون شاهد موارد بودین در سیاست و در بخش نظامی فعال بودین در طول 2 دوره، خصوصا مبارزه علیه امریکایی ها و روس ها، شما در بینش حضور داشتین. اگر به این نظر هستین که ما میتونیم به تنهایی خود یک ساختار را شکل بدیم که باعث ثبات دائمی در کشور شود، ما تردید دارم. به اساس ما در یک حساب کارخانگی خود باید جمع کنیم و روش فکر کنیم که واقعا ما در طول 2 سال تانستیم به یک رای خوب بریم یا نی. مسئله دوم کشورهای جهان اسلام است. کشورهای جهان اسلام هم با دنیا تماس داره و خودشان هم کشورهای بزرگ اسلامی هستن. علمای جهید در کشورها حضور داره، اونا هم تقاضای خود دارن. شما ببینید در هیچ یک از کشورهای اسلامی شما سراغ ندارین که در اونجا خانمای اونمو کشور اسلامی یا از کار ممنوع شده باشن و یا حداقل از درس ممنوع شده باشن. بله. ما به حیث یک فرد افغانستان، یک شهروند کشور، این است که ای واقعا من نمیفهم کمی علم در نصوص اسلامی حرام است یا حلال است. بعد خیری نمی مسئله رو با ما حل بکنین شما علما. اگر میگین که مطلق خانما و دختران نمیتونن به درس برن، خو رسمی بینمی ما را از این تکلیف نجات بتین، بگوین که برادر نمیشه دیگه. چرا ما ایت نمیگیم؟ امیر در مطبوعات هم دیگه نمیگیم. و ایر ما حق اسلامی و حق قانونی و حق شرعی و و و و و انسانی خود میدانیم. این حیات یک حیات بسیار کلان است. این حیات تشویش داره که برادر جهان اسلام یک شکل معرفی نشوه که یعنی اسلام مخالف تعلیم و تربیه است، مخالف تواضع است، مخالف گفتگو است. اینا آمدن در یکی از جلسات کمیته اجرایی و شورای امون نشست وزرای خارجه کنفرانس اسلامی که بحث شده بود که این باید یک هیئت به افغانستان به یک هیئت بسیار مهم است که در ترکیب از چندین کشور علمای بسیار جهت کشور حضور داره و یک نمایندگی فوق العاده از کنفرانس نامی کرده میتونن. اینا را ساده باید نگیریم.
ما در اعلامی مجموع امی فکر میکنین نقش مفیدی را که پی سازمان تا هنوز نتونسته ادا بکنه دلیلش همی است که در داخل مسئولیت های حکومت به شکل درستش انجام دقیقاً مست. یک مسئله است که ما میگیم از حکومت خود ما از امارت تقاضا داریم که خودت یک باب گفتگو را با جهان اسلام باز کو، با همسایه ها باز بکو، یک کس پیدا شود که خب دو سال خب ما گفتیم درست است، خیر کاش بیم که هر چیز ما میگیم خودت میگه احمدی صاحب، صمیم صاحب میگه، سلمان صاحب میگه که بین خیر می گپ ما را قبول کنه، خب نمیکنه کسی قبول. اونجا پالیسی ها، قوانین و اون مقررات کشورا اجازه نمیده. اگر ما تو به این نظر باشیم که همه چیز ما درست است، یک فکر کنیم حتما نادرست روان هستیم ما. مشوره ما خدمت مقاماتی است که بین یک دفعه یک فکر بکنین که در طول دو سال اخیر کدام راه ها را رفته شد که او را دیگه قابل پیمایش نیست. اگر شما میخواین کمی را بریم، خب بالاخره ما فعلا به یک رسمیت نرفتیم، ما با جهان اسلام یک مراودی رسمی نداریم، یک تعامل است، یک تعامل که مثلا شما در یک جای زندگی میکنید در قشلاق، در قدیه، ولو که یک چند خانواده با هم رابطه خوب داشته باشند، یک خانواده که از یام دور باشه، گاهگاهی که از یام یگان تماس می داشته باشه. به اساس ما می توانیم حالات در جامعه در دهکده جهانی فعلا داریم. ما میگیم که هر چیز زودتر باید از این مشکل خود باید برهانیم. چند پیشنهاد دارم که روی تعلیم و تحصیل زنها و کارشان یک فکر بسیار اساسی و جدی و هر چیز زودتر باید شوه. دومش، ما افغانها یک باردمی کشور بین خود یک باب گفتگو را باز کنیم. این بسیار خوب است به خاطر تحکیم نظام ها، به خاطر تحکیم حکومت ها. من آمدم به آریانا یک شعر خواندم در یک از این دیوارا نوشته شده بود، گفت که زینت علم حلم است، یعنی نرمی است، و زینت قدرت توازی. من این توازو را فعلا نمیبینم. من میگم که خب وقتی که شعار به می ترتیب است، اگر وقتی که ما به قدرت هر کدام ما میرسیم تواضع را فراموش میکنیم، این راهی حل نیست. امی اینمی تجارب گذشته را یک مرور کنین. هر تا که مسئولیت ما را به حیث یک فرد ما صدا میزنم برای امارت اسلامی، خودت حق داری، مسئولیت داری و مسئولیت اسلامی و انسانی داری که امی حق ما را در مقابل خودت و حق خود در مقابل ما باید تعریف کنی. ما میره در این رابطه ما یکی از کسایی هستم که آسیب دیدیم. من میگم که تو بر ما حق مرا تعریف کن. این حق قانونی ماست، حق اسلامی ماست. در یک چاکار برم، در یک رساله، در یک فرمان، در یک ما کی هستم و مسئولیت ما در مقابل خود کی است. ببینید هدف ما این است که میخوایم جمع کنیم رحمتی صاحب که ما کارخانگی ما که خود ما استثی رو جمع کنیم، این بسیار ما را با دنیای دیگه، با دنیای اسلام، با دنیای غرب، با شرق و غرب ما را نزدیک میسازن. اگر ما بیاییم بگویم که همه چیز ما درست است، حتما یک جای کار میلنگه. اگر نمیلنگه چرا با این ترتیب هستیم؟ بله، سپاسگزارم. ادامه این بحث پس از وقفه. ادامه یه بحث بازم خوش آمدید. مفتی سپتستم خرقلاست و هم کلچه مونگ پخپوله دکور ندنه نه خپل مسولیتونو تجمن نه یو، نو څنګه د دې توقع لرو چې یو بل سازمان یا یو بل هیواد راشي او زموږ مشکلات حل کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او قدر منو میلمنو ته لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولنی خبر خو دا د سیمج د دې توقع لچانه لرو چې هغه څوک دعوت کو د دې لپاره چې هغه راشي زموږ مشکلات کورنی را حل کړي. او ترسونه پرې سید اسلامي امارت پالیسی موږ داخلي یا بهرنی مطالعه کوو، نو هغه په واضح الفاظو د مشرتابه لوړه تر شته رتبه پرې د ټولو واضح خبره داده چې موږ په داخلي چارو کې یو چاته اجازه نه ورکو چې هغه څوک دلته مداخله وکړي یا موږ سره جوړ کړي هغه څه چې دلته خراب وي هغه تر دې پرې تعلق ونیسي. دغه د اسلامي سازمان کوم هیئت سراغلی ده یا د رنګ د نورو هیوادو
دغړو راتګ یا لدی خو کم هیئت تګ دا عموما دا عادتا د ملکو تر مابین ضرورت ته تګ راتګ بکوي. دا په دې معنی باندې نه ده چې اوس افغانستان هغه ضرورت دی ته لري چې په داخلي چارو کې یو څه معطل دی تر دغه سازمانه پورې چې هغه سازمان راسي او هغه څه ور وښیي چې بیا دی اجرا کړي. او زما په فکر باندې اسلامي امارت هغه چې په دې ملک کې له کومې ورځې حاکم سوی ده تر اوسه پورې هغه په دې ملک باندې یو خپلواک آزاده سلطه لري او دې خپلواک اسلامي نظام دعوه کوي، نو هغه په دې کې احتیاج نه لري چې له دنیا د دې لپاره محتاج سي چې دلته یو څه نیمګړتیا موجوده وي له هغو کومک وغواړي چې هغه نیمګړتیا بیا په داخلي چارو کې له بهره پره کړي. او دغه یو ترخه تجربه که چیرې موږ بیا تکرارو سي په افغانستان کې موږ دلته داخلي جوړښت هغه له خارجه پره کوو، نو دا به زموږ یو تېروتنه یې په افغانستان کې، ولې له څونه وخته پورې چې دلته زموږ داخلي جوړښت له بهره اداره کېده هغه داخلي جوړښت زموږ د افغانانو درد نه ده دوا کړی او هغه حکومت په اداره نه ده پاته سوی، هغه ټولو حکومتونه زموږ یو په بل پسې نړېدلو، نه په افغانستان کې یو ښه امنیت تامین کړی ده، نه د افغانانو وینې درولې دي او نه یې دلته ترهګري ختمه کړې ده، او نه داسې یو مستقل آزاد خپلواک افغانستان موږ د هغه حکومت تر سوري لاندې لیدلی ده. نو د افغانانو دپاره یوازینی هغه حکومت چې هغه د افغانانو له ارادې جوړ وي او له هر رنګ خارجي مداخلې خلاص وي هغه حکومت د افغانانو درد دوا کولی سي. نو زما په فکر باندې دغه د اسلامي سازمان د هیئت راتګ هغه په دې معنی باندې نه ده سی هغه به په اسلامي امارت باندې یو فشار راوړي د دې دپاره سي هغه څه چې دلته یو نیمګړتیا وي سي هغه ورباندې ومني، داسې خبره نه ده. راځو دې ته سي تا پوښتنه دا وکړه سي دلته موږ په کور داخل کې څه نسو سره جوړولی نو له خارجه به موږ څه توقع وکړو؟ نو هغه مسله که ته چیرې واضح کې سي په داخل کې موږ په یو څه باندې توافق نسو سره کولی یا تر اوسه پرې نه یو جوړ سوی، د خبر د بعض مسؤلیتونه وو مفتي صاحب، هغه که ته واضح کې مثلا امیرزاده صاحب وویل چې دا د ښځو د کار مسله معلوم نه ده، د تعلیم مسله معلوم نه ده، اساسي قانون نه لرو او تر اوسه پورې حکومت سرپرست دی، دا ټول مشکلات دي. دا مسله سی اوس د ښځو د تعلیم مسله ده، دا د تعلیم مسله په عموم کې موږ لږ تعریفوو، یعنې په هغه انداز باندې لکه په انصافي نظر باندې سی موږ ورته وګورو، د تعلیم مسله په افغانستان کې په عموم کې د نارینه وو په برخه کې د تعلیم، دینی تعلیم او عصري تعلیم دا په لوړ ګراف سره د امارت له راتګ سره شروع ده. په هغو ساحو کې چې د جمهوریت په وختو کې به هلته مکاتب نه وو فعاله، هلته مکاتب ورسېدو فعاله سو. په هغو ساحو کې چې به هلته د مدرسو فعالیت نه وو، د امارت له راتګ سره هلته مدرسې فعاله سوې. نو د تعلیم برخه د نارینه وو په بخش کې دا په ټول افغانستان کې دا په لوړ ګراف سره شروع ده. راځو د زنانه وو په بخش کې هغه د تعلیم ګراف په دینی تعلیم کې دا مکمل شروع ده، او په عصري تعلیم کې هغه تر شپږمه پورې شروع ده. نو که چیرې موږ یوارې په عموم کې د تعلیم خبره کوو، نو تعلیم خو په دغه اندازه کې تر ټولو پورې شروع ده تعلیم سته. راځو دې برخې ته چې هغه له شپږمه پورته د زنانه و تعلیم هغه د تعطیل مسله ده، د بند مسله تر اوسه پورې عمارت نه ده ویلې، د حرمت مسله تر اوسه پورې عمارت نه ده ویلې. دا بله مسله ده چې زموږ هغه دښمنان، خارجي دښمنان چې دغې داخلي مسلې ته یو داسې هوا ورکوي چې هغه د امارت او د اولس تر مابین فاصله سره زیاته کړي، هغه دلته اولس په امارت باندې بې باوره کړي، هغه دلته دغه اولس و د نظام تر مابین یو داسې د بې باوري فضا را مابینسته کړي. دا د خارجي دښمنانو یو بله مسله ده چې دوی وایي په افغانستان کې تعلیم دلته بند سوی ده یا امارت د تعلیم مخالفت کوي. دا بالکل یو محض دروغ دی چې په امارت اسلامي باندې وایي، لیکن دلته زموږ ځینې ملګري افغاني دوستان هغه هم کله کله پردی خبرې بدرګه کې هغه پردیو خبرو ته هوا ورکړي. نو زه وایم چې راسئ دلته په حقایقو باندې موږ سره وغږیږو، په عموم کې د تعلیم مسله که موږ سره راواخو، نو تعلیم که موږ یوارې تعریف کړو په دیني او په عصري تعلیم باندې په افغانستان کې دا تعلیمونه سته،
دا مدارس په افغانستان کې وجود لري فعال دي، دغه مکاتب په انتونونو شروع دي، او دا اوس زه راتلم په دې لارې باندې یو لیسه را رخصته شوې وه، دا زنانه له دې لیسې راوتلې. سرپرست حکومت په خپله یو مشکل دی، یا مثلا د اساسي قانون نشتون همدا اوس افغانستان کې یو لوی مشکل دی. راځو احمدي صاحب، مخکینۍ خبره زه پره کوم. له شپږمه پورته تر دولسمه پورې دغه تعلیم په باره کې هم تر اوسه پورې تاسې به د عمارت له لوړه تر کښته پورې له یوه پرده د تحریم غږ نه یې اورېدلی چې دا حرام دی. البته دا مسله چې دلته د کلتورو د عناناتو مسله ده، دلته د نصاب مسله ده، دلته افغانستان یو اسلامي هیواد ده، موږ نه غواړو دلته یو افغان هم په دې باندې نه ده خوشحاله چې هغه دې دلته زموږ خور و لور په یو داسې فرهنګ باندې وروزل سي لکه هغه په غربي هیوادو کې روزل کیږي. دلته موږ باید خپلې خوندې و لوڼې هغه په یو اسلامي مفکوره باندې وروزو، تعلیم په هغه چوکاټ کې ورته برابر کړو، ورته مهیا کړو چې هغه له اسلام سره په ټکر کې نه وي. دغه پردۍ نسخې چې موږ راولو چې په نورو خلکو باندې حوالې ورکوو، چې په نورو هیوادو کې دغسې مسایل دي دلته ولې نسته، په نورو هیوادو کې څه خلاص دي ولې دلته نسته، نو هغه مسایل خو په نورو هیوادو کې خو داسې مسایل دي چې موږ یې دلته شرمیږو چې ستاسې په میز باندې یې ویلی نسو. د ښځو هغه ازادي ده چې دلته په افغاني فرهنګ کې یو افغان په هغه باندې شرمیږي چې هغه کولی نسي، نو دغه مسله باید په دې باندې هدف هم اسلامي هیوادونه وو. مثلا د تعلیم په برخه کې هیڅ یو داسې اسلامي هیواد نشته چې د ښځو تعلیم یا کار پکې بند وي. ګورئ، موږ دا مسله زموږ باید دلته له عقله او له فکره کار واخو. شرعي اړخ ته که موږ راسو، هر وخت کې چې شرعت د حجت برخې ته راځي، د دلیل برخې ته راځي، نو هغه په رجالو باندې یا په خلکو باندې یا په ملکو باندې دلیل نیول هغه یو مسلې ته جواز ورکول دا شرعي اړخ نه لري. راسي شرعي جزو ته سره پیش سو، ته اوس په دې اسلامي هیوادو کې که فرض که یو داسې تعلیم کیږي چې هغه په داسې شکل باندې وي چې هلته یو ښځه په بې حجاب به صورت کې تعلیم کوي، اوس ته به غواړې چې دلته دې هم داسې اوسي چې ولې په اسلامي هیوادو کې دي؟ نو په دې اسلامي هیوادو کې خو موږ داسې هیوادونه هم وینو چې هلته راسن د امریکې تر فشار لاندې هلته اسلامي قانون تر اوسه پرې نسته. په دا اسلامي هیوادو کې موږ داسې هیوادونه وینو چې د له جوړښته تر اوسه پورې په سواو کلونه سوي دي، هلته یو حد هم نه ده جاري سوی، هلته د اسلام یو قانون هم نه ده برپایه سوی. په هغه اسلامي هیوادو کې دا قرآن شریف بدل سوی ده، دا اسلام بدل سوی ده، که هلته دغه جرایم نه کیږي، دا ټول مسایل خو سته. نو زه هم پردۍ نسخې باید موږ نه راوړو، نه پردو ته وګورو، راسي دا خپل شریعت ته وګورو، دین ته وګورو. هر څه موږ تاسې ته دین راښوولی دي، داسې موږ پردي سکرین ته ګورو یا نورو هیوادو ته ګورو یا پردۍ نسخې راوړو په افغانستان کې عملي کوو. تاسو چې همدغه د اسلامي همکاریو سازمان څو موده مخکې وویل چې د افغانستان سرپرست حکومت اسلام نه یو نادرسته تصویر رایه کوي. د ګورئ، د اسلامي سازمان دا خبره به هلته وزنداره وایي، که چیرې دلته په افغانستان کې دا شل کاله د امریکایانو اشغال دا ناروا و که جایز و، دا د اسلامي سازمان د همکاریو د ټولو اسلامي هیوادو د یوه له خولې تاسې دا پتوا واورېده چې امریکا دلته په افغانستان کې ناجایزه تجاوز کړی ده؟ د یوه له خولې تاسې دا واورېده چې دلته د افغاني وینه په امریکا ته تویول دا ناجایز دي؟ که چیرې دوی په واقعاتو باندې خبره کړې وای، بیا به موږ دا خبره هم د دوی وزنداره بدللی سي، بالکل دا خبره صحیح ده. او راځو دې ته موږ وایو چې دا ځینې کوچني هیوادونه اصل کې په راس کې که ورته وګورو، دلته خو په دنیا کې یو د ملکي نظام شروع ده. اصل کې خبرې د لویو هیوادو دي، دغه کوچني هیوادونه څه دي؟ دا خپله مطالبه نه لري، خپله غوښتنه نه لري، خپله رایه نه لري، خپله خبره نه لري، پردۍ خبرې بدرګه کوي. اوس تاسې به یو څه وخت مخکې د ایران خبره ماروېدلې وي چې دوی له افغانستانه دا توقع لري چې ته اوس دلته همشموله حکومت جوړ کړه. اوس همشموله حکومت په افغانستان کې د ایران څه ضرورت ده؟ همشموله حکومت خو په افغانستان کې د افغانستان د خلکو ضرورت ده، د ایران څه ضرورت ده؟
لیکن دا پردی خبر دی بدرکه کوي سی هغه لوی هیوادونه دا خبره کوي د خپلو مفادو دپاره دویم دا خبره ورسره بدرکه کوي. نو زه وایم چې موږ افغانان راځي دلته خپلو اصولو ته وګورو، خپلو دینی چوکاټ ته وګورو، سی دین موږ ته څه وایي. دین واضح ده، په دین کې هر څه سته، هغو ته باید موږ وګورو، په نورو خلکو باندې دلیل نه ونیسو. مننه. ادامه این بحث پس از وقفه. و دومی که بس بازم خوش آمدین. سرمن صاحب، چرا سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد مسئول در طول 20 سال گذشته وضعیت ناگوار افغانستان را حداقل تقبیه نمی کرد؟ یا به زعم آقای صمیم اشغال کشورها را و همچنان ریختانده شدن خون افغانها را چرا به نظرتان به گونه درستش در بارش اظهار نظر نمی کرد؟ سوال بسیار جالب است و سوال بسیار هم قابل تعمق است. اگر ما جهان دیروز مورد مطالعه خود قرار بدیم، به خوبی میفهمیم و میابیم که یکی از کشورهایی که امروز یا دیروز هیئتش از طریق امی سازمان همکاری اسلامی به افغانستان آمده بود، امارات متحده عربستان است و اینا چقدر پیوند تنگاتنگ با ایالات متحده امریکا و ناتو داشتند. و از جانب دیگر اگر صدای رهبران همو زمان به شمول مجاهدینی که همراه غنی و کرزی یک جای مشترکان در دولت سهم داشتند بلند میشد، که مسلما اینا هم صدای خود بلند میکردند. حالا اگر صدا بلند میشه و نقد صورت میگیره، خود صدای مردم بلند شده از ظلم، ستم، استبداد. ببینید گپای بسیار جالب را جنابشان مطرح کردن که هر یکی از این واقعا تکان دهنده است. اولی جایی که مکاتب بند بود فعال شد، ولی در جایی که مکاتب فعال بود بند شد. یعنی چی؟ ما خود نباید تغییر می آوردیم. ما خود نباید به ضد امریکا، به ضد امپریالیسم، به ضد به اصلاح نیروهای استبدادگر خارجی خود نباید چنین اقدام می کردیم و جهاد می کردیم که صد علم دانش شویم. از سوی دیگر سر حجاب تمرکز کردن. ببینید زمانی که صدای ملت برای که دخترای ما به حجاب مکتب میره، در اونجا خود اداره هضم مملکت، خود رهبری مملکت، خود وزارت تحصیلات عالی و تعلیم تربیع عموم مملکت اقدام میکنه که حجاب باید به چه شکل در اونجا ترک کنه و او را حتمی و ضروری بدانه که اینا حجاب بپوشن. حتما جناب صمیم در زمان ظاهرخان، در زمان جمهوریت داوودخان، جمهوریت دموکراتیک افغانستان دیدن که دخترها با حجاب بسیار زیبا، با حجاب واقعا اسلامی به مکتب می رفتن و از مکتب دوباره به خانه های خود برمیگشتن. آیا در اونجا کدام کم بوده به حساب دین مقدس اسلام بوده؟ به هیچ وجه نبوده. همه چیز رعایت می شود. ما خود ما سنگ می گیریم یا به حساب تیشر هم می گیریم، بریشی خود می زنیم. به این معناست که اول ما میگیم هیچ کس ما ضرورت نداریم که بیای ما رو کمک کنه و مشوره بده. در صورتی که اگر ما ضرورت نداریم، همین لحظه چرا دو سال سرپرست باقی ماندیم؟ خب باید رای حل پیدا شود که سرپرستی براییم. چطور سرپرستی میبریم؟ خب میگه که دولت به اصطلاح مشارکت بزاز، ولی ما شخصا نظر ما با این مشارکت یا همه شمول به حساب ما دولت سازنده نیست. شما باز همه شمول اونمو دزدا و اونمو فاسدای دیروز خاطر آوردیم، ولی طرح نیروی دیگی، طرح نیروی روشن، وطن دوست، مردم دوست دیگی ای است که شما باید دولتی را بسازین که در اونجا هر ملیت نماینده مستعدش، شایسته سالارش در اونجا خود پیدا کنه و او دولت بسازین. یه است که باز ما میتونیم از چی برایم، از این حالت بدبختی دولت نداری برایم. چیز دیگری که میخواستم در ختم بگویم، جنبندی میکنم، یه است که ما تا امروز بارها میره گفتیم، یک بار دیگه میگم، شما زمانی که میخواین در خانوادهتان زندگی کنین، رعایت شما پدر و مادرتان، خرد و بزرگتان یک قانونمندی دارین در خانوادهتان. در افغانستان قانون اساسی در دو سال وجود نداره و در دو سال در رابطه با باز شدن مکاتب هر روز وعده داده میشه، عمل نمیشه. و بسیار پوزش میخوایم کلمه را میگویم، کلمه درست نیست. ما باز معذرت میخوایم از شما و از میمانای عزیزان شنونده ها که دروغ هستی و دروغگوی دشمن خدا و رسول است. تشکر، سپاسگزار هستم. امیرزاده صاحب، مقایسه کردن در شرایط متفاوت خود را با دیگران و یا هم کاپی برداری از نسخه های بیرونی
میتونه کارساز باشه؟ ما با عرض و معذرت من میگم که ما هیچ قابل مقایسه با دیگران نیستیم. ما صدها سال دیگران پس مانده استیم. ما فقیر استیم، ما گرسنه استیم، ما حق گبزدن نداریم. حق که برک انسان نیاز است و در روزمرگی زندگی نیاز است. ما تا اونوز کابل خود کابل برق نداره. هدف ما بر امارت راجی نیست که ما چرا به هدف می نمیم. همین ما را میگیم داریم طول سالها که ما قابل مقایسه نیستیم. ما در پایتخت امروز برق نداریم. در دو روز یک جای برق است دیگه نیست. شما ببینید که در و بسیار موارد دیگه. ما میایم چند مسئله عرض کنم که ما قطعا ضرورت داریم. حکومت های مسئول و نظام ما باید این رابطه خوب فکر بکنه. اگر نظام و حکومت فعلی فکر میکنه که ما هم عضو نمی خانواده هستیم، ما هم حق داریم گپ خود داشته باشیم و بشنویم. رای که میرین رای درست نیست. ما با دنیا نیاز داریم، ما با کشورهای اسلامی نیاز داریم. اینا کشورهای بسیار ثروتمندی هستند، اینا کشورهای کفری نیستند. ما براتون بگم که علمایی که در از ازهر شریف فارغ شدن و دنیا حضور دارن، ما بسیار هیچ نداریم در افغانستان. سار شاید به ندرت باشه. مسئله دیگه که میگیم وقتی که یک نظام بزوام نظام اسلامی که ادعا شوه و دو کار شوه و به او مبارزه صورت گرفته باشه، وقتی که یک چیز رو ممنوع میکنه راه حلش هم پیدا میکنه. بله. وقتی که صمیم صاحبشان ممنوع کردن مکاتب دخترانه، راه حل چی است؟ یک ماه، دو ماه، یک سال. خب بند پشت بند، مکتب از صنف 6 تا صنف 12 بند، چند روز بعدش پوهنتون هم بند. راه حلش آسان است اگر بخواید. اگر مسئله محرمیت حرام بودن نیست، خو یک راه حل شما علما بر ما پیدا بکنین. ما خو میخواهیم که دخترای سرزمین، خواهرا و برادرای که فعلا برادرا که درس میخوان، دخترا هم درس بخوانن. من آماده استم، خود آماده استی، همه خانواده آماده استند که امارت خود بیجابی است. خب بفرما خیر حجاب تعریف که به ما اساس مردم باید درس بخونن. هی کارم نمیکنی؟ مگر کسی گفته که بدر من تو به حجاب هیچ چیز نمیپوشم، من تو میایم به مکتب؟ کسی نگفته. حالا بیم بر ما شما در منطقه تعریف کنین، بگوین که در باز میگم مثال نتیم، خو یا اسلام فرق میکنه یا چیز دیگه؟ نه، من فکر میکنم اسلام یک اسلام است. ما از او روایت های خاص خود داریم. به اساس در تمام افغانستان مکاتب دخترانه مکاتب جداگانه است. بله. هیچ اختلاط وجود نداره. ببخشید نمی خوام. بله، بعد از کلمه روشن بسازم که یک موضوع داخلی افغانستان است، قابل حل است. در افغانستان موضوعات کلتوری فرق میکنه و بیرونی ها از این استفاده نادرست میکنه. ما از کلتور خود خوب میفهمیم. ما پشتو زبان هستیم، خوب میفهمیم که در خانواده ما چه قسم مسائل در رابطه با تعلیم دخترها. اما حق تا دیگر را باید نگیریم. ما لحاظ فرهنگی مشکل داریم. یک تا اگه برش هر نوع حجاب، هر نوع حجاب یا هر قسم پوشش سرش جبری کنیم، دختر خود به مکتب نمیمونه. این جای نشانی ما خو میشناسیم مردم خدا. اما شما چرا حق اقتدا دیگر را میخواین سلب کنین؟ حق اسلامی شان. حالا من بر شما این مسئله میخوام عرض کنم. من میگم که برادر، من هیچ از خارج توقع ندارم. خود به حیث یک مسئول نظام من حق دارم بر مگرای حل پیدا کنیم. یا مرا قناعت بده که برادر اینی نصوص شرعی است، اینی به خیر است که خانمای افغانستان در خانه نشسته باشه. خودت برام یک راه حل پیدا، یک جزوه چاپ کنین، یک رساله که یا علما بین در یک کنفرانس مطبوعاتی یا در یک کنفرانس کلان بزرگ بین وضاحت بتن، گپ تمام. اگر نمیتن، راه حل دیگه چی است که بیاد بگید که برادر اینی در جمهوریت یا در نظام های گذشته هر چی نامش میمونه، اینی نادرست بود، راه درستش اینی است. اینی هم به این ترتیب درست بود، ما کمی دیگه هم تقویش میکنیم. مثلا مکاتب ما و شما کدام مکاتب اختلاطی بود؟ درست؟ اگر مشکل در نو پوشش بود، بر شک یک پوشش تعریف کن. دیگه مثلا اگر پانتون ها اختلاط بود، اختلاط خوب جدا کردی، اختلاط خل بودن تعریف بکن. میتونیم که مثلا ما دمی این پانتون ها رو دمی مرکز تقسیمش کنیم. یک رای حل برای آموزش خوب موجود است. خب هیچ رای حل بیرون نشد.
مسئولین وزارت معارف، مسئولین وزارت تحصیلات عالی خو یک مکانیزمی را بیرون نکرد که ما به حیث شهروند دیده باشم در یک خط که ما قناعت محصول شده باشه. خب سر یک چیز کار روان است، خیر یک 5-6 ماه دیگه موصله. حالا مثلا یک تعمیر روان است، می تعمیر سعی میکنه که اینم پانتون است یا اینم مکتب است، فعلا صنف نداره، کارش روان است، یک سرک است قیریزی میشه، می به مورا مثلا سالنگ بند میشه، برای تگرای حل میگه که برادر این را محصولش کار روان است، ممکن 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه دام کنه. شما نیز یک مسیری که بسیار سخت است را به مزار رسیدن و به صفحات شمار رسیدن، ولی تو مجبور هستی به خاطر اینکه میبینی که واقعا کار روان است. حال بر ما نشان بده خیر، خود به حیث یک حکومت مسئول نشان بده که برادر امی کار داخلی ما در کجا رسیده. ما هیچ از نیک شورای اسلامی نه از کشورهای کفری از هیچ کدام میشه هیچ توقع ندارم. ما میگیم که یک کار داخلی است، خیر بیا خیر بشه که ما چرا یه حل نمیکنی؟ اگه ما بر ترزش دارم هدف وقتی که ما میگم جامعه است غیر از طالب کسای دیگه در مملکت شما زعامتش به عهده دارین. ببخشید یک مسئله دیگه که اگر بحث گفتگو است، اگر بحث حکومت مشارکتی است، نه من طرفدار مشارکت نیستم که باز یک چند تا آماده شو کته امارات یک جای شون باز نامشون بانن حکومت تفاهم و گفتگو. من میگم که برادر بیا قانون اساسی را حق خودت حق مرا تعریف کن، اوندمو مسیر ما میرم. چگونگی رسید به اقتدار سیاسی، چگونگی رسید به حکومت داری، چطور یک وزیر چه صلاحیت داره، من از او چی میتونم، چطور به زعامت دورش چقدر است، چطور به زعامت رسیده میشه، از طریق کدام مکانیزم ها. این خب بسیار ساده است، شما بین اگر ساده نیست بین گپ زده شود در مرحله خود کمیسیون سیاسی امارت اسلامی به رهبری مولوی سید عبدالکبیر اینمی موثر میتونن که کمی کوری باز بکنن. هیچ کسایی که خارجی ها هستن هیچ از بین که میگیم که کار داخلی است، خب این کار داخلی خود ما حل کنیم. خب این چرا حل نمی کنیم کار داخلی خود ما را؟ شکر سپاسگزار است. امیدوارم که این بحث پس از وقفه بعد میگه بس بازم خوش آمدین. مفتی صاحب دیر یا مهم موضوع چی مخیم پاتیو شو دغه د اساسي قانون نشتون مسله فکر نه کوي چې یو لوی مشکل دی چې ولس هم خپل مسؤلیتونه پوه شي او حکومت هم پوه شي چې دا ولس حکومت باندې سرکونه لري. قدرمنو میلمنو په دې باندې بحث وکړو او دا د نظر حق دا د هر چا یو خپل حق ده. د نظر ازادي دا لوی خدای جل جلاله هر چا ته ورکړې ده. بله اوس دا مسله سی زموږ دا کم نظرونه سی وایو یا کم انتقادونه سی کوو یا د وخت مسؤول حکومت ته کم مشوره ورکوو نو دا هغه وخت په ګټه باندې لویږي سی موږ یو درد احساس کو سی دا خپل نظر مثبت نظر د دې دپاره ورکو سی هغه خلا یا هغه مشکل سی پیدا سوی ده سی هغه باید اصلاح سی. په هغه وخت کې بیا دغه نظر و دغه انتقاد ګټور تمامیږي او که خدای نخواسته دغه زموږ نظر و انتقاد هغه خالی د خپل زړه د تاو د کښلو دپاره وي نو هغه د دې په ځای باندې سي ګټه وکړي تاوان یې زیات سي. نو زموږ اکثره د سیاسینو د افغانستان هغه له وخته په دې ملک باندې واقعي زړه خوږیږي یو درد ورسره سته. دغه اسلامی امارت چې په دې ملک باندې حاکم سوی ده دا له ډیرو کړاوونو وروسته حاکم سوی ده. د افغانانو ډیر دردونه لیدلي دي، ډیر مشکلات یې لیدلي دي. نو واقعي هم هر دوست یا هر شنونکی چې هغه یو نیکه مشوره لري هغه د دې خپل حق ته سي له شریکه کې دولت ته هغه مشوره ورکړي د دې خپل نظر ده. راځو دې ته د قانون په باره کې اساسي قانون دا د ملک یو ضرورت ده، د هر ملک ضرورت ده او بغیر له قانون یو ملک هغه چلیدلی نسی. اوس دلته د افغانستان د اسلامي امارت هغه چونکې په مجموع کې دعوه د اسلامي امارت د اسلامي نظام ده نو د هغه دپاره قانون هغه اسلامي قانون په کار ده او داسې د اسلامي امارت د ویاند خبرې به تاسې اورېدلې وي دوه و درې وارې ما اورېدلې دي. د ذبیح الله مجاهد صاحب له هغه پوښتنه سوې ده نو دی وایي سي په قانون باندې د جوړېدلو کار شروع ده. خو دا اوس د یو ملک قانون جوړېږي د اسلام له اصولو سره برابرېږي دا وخت غواړي، دا وخت ضرورت لري.
داسې عاجل قانون چې په هغه باندې غور ونسي او هغه له اسلامي قوانینو سره مطابق نسي، هغه قوانین موږ مخکې لرل هغه ختمېدو هم زر، ناپېزېدو هم نه. اوس تېر جمهوریت ته که موږ مخکې ورواړو هلته اساسي قانون موږ درلودی، لیکن هغه قانون و چې هغه تر یو افغاني فضا لاندې نه و جوړ سوی، په هغه کې د افغانانو رایه نه وه استعماله سوې، په هغه کې داسې مادې وې چې هغه صراحتاً له اسلام سره په ټکر کې وې، لیکن تاسې ولیدئ چې هغه قانون هم ختم سو. تر دغه اساسي قانون مخکې هم په افغانستان کې موږ یو قانون درلودی، لکه قدرمن میلمه سې د مخکې حکومتو خبره یاده کړه، هغه قانونونه هم ختم سو. نو په کار داده سې د قانون د جوړېدلو دپاره موږ حوصله ولرو او هغه داسې قانون جوړ سي چې هغه تر یو وخته بیا باقي پاته وي، هغه مکمل په اسلامي اساساتو باندې ولاړ وي. او د دې لپاره مفتي صاحب چې مثلا هغه دموږ مخکینی قانون سي و اسلام سره بعضې مادې په ټکر کې وو، تاسو کوم مشاره کولی سئ چې کوم ماده یې مشخصا چې اسلام سره؟ اولنۍ هغه مسله ده چې کوم قانون سي د اشغال تر سوري لاندې جوړ سي، په ازاده فضا کې نه وي، په هغه کې د مسلمانانو رایه داخله نه وي، یا هغه قانون سي په هغه وخت کې جوړ سي چې په هغه وخت کې اسلامي نظام بالکل وجود نه لري، په هغه وخت کې کوپري نظام قایم وي، هلته استبدادي نظام وي، هلته قومنده و حاکم هغه په تا باندې یو اشغالګر غربي کافر وي، په هغه وخت کې ته څنګه هغه قانون ته اسلامي قانون ویلی سي؟ نه، دا خو یو بله خبره، څنګه ستا ضمیر منیسي تا ته یو قانون جوړ کړي چې اسلام سره په ټکر کې؟ نو تاسو په ذهن کې داسې کوم شی لرئ؟ موږ چې هغه اساسي قانون لرلی، هغه چې اوس دلته په اسلامي اساساتو باندې ارزوي، د افغانستان اسلامي امارت چې ده هغه ما درته وویل چې مکمل د اسلامي نظام دعوه کوي، که چیرې هغه اساسي قانون موږ راواخوسي هغه بالکل اسلامي وي، نو بیا به لازمي هغه قانون په دې ملک کې عملي کېدی. راځو دومی خبرې ته، چې هغه دلته له دنیا سره د تعامل مسله ډېره یادېږي چې امارت اسلامي له دنیا سره تعامل درولی ده، نو تاسې به د امارت اسلامي د مسیرانو خبرې هر وخت اورئ چې موږ حسنه تعامل له دنیا سره کوو، او د دغه تعامل دپاره د دنیا سره لارې خلاصې دي. لیکن دلته دا تعامل کول له دنیا سره، دنیا چې له موږ سره تعامل کوي خپل ارزښتونه په نظر کې لري، لیکن موږ هم باید خپل ارزښتونه په نظر کې ولرو. ګوري، دغه په تیر جمهوریت کې افغانستان له ټولې دنیا سره تعامل لرلی، ټولې دنیا په رسمیت باندې پیژندلی و، لیکن دلته په افغانستان کې زموږ خپلواکي نه وه، زموږ ازادي اخیستل سوې وه، زموږ افغاني هویت اخیستل سوی و، دلته زموږ اسلامي هویت اخیستل سوی و. نو هغه تعامل چې هغه زموږ اسلامي ارزښتونه هم اخی، زموږ افغاني ارزښتونه هم اخی، داسې تعامل زموږ د افغانانو دا څلوېښت کلنه مبارزه چې سوې ده، دا د دې دپاره داسې باید موږ خپل ارزښتونه وساتو. نو له دنیا سره اسلامي امارت که تعامل کوي، هغه لکه دا دوه کاله سي دا خپل ارزښتونه ساتلي دي، په کار دا داسې نور هم خپل ارزښتونه وساتي، له هغه سره باید له دنیا سره تعامل وسي. فرصت بسیار اندک است، سرمند صاحب، دیدگاه شما را میخواهیم داشته باشم. هنوز هم دیده میشه که سازمانهای و کشورهای علاقمند به ای هستند که قضای افغانستان به نحوه حل شود و یکی از او سازمان همکاری اسلامی است. از این علاقمندی همچون نهادها و کشورها چطور میشه که در شرایط فعلی افغانستان استفاده بهینه شود؟ این به هنر نیاز داره. هنر باید در اینجا از طرف حاکمان امروز افغانستان به خرج داده شود که اونا بتانند کمتر به حساب امو موارد علاقه خود به دست بیاره و بیشتر حاکمان امروز چی طالب باشه، چی هر کس دیگه در رس باشه، اونا به نفع خود استفاده کنند. بله، در گذشته ها همچنین تعامل وجود داشته با کشورهای دیگه، اما نتانستن به او شکل که میخواستن به نفع خود سوی استفاده کنن موفق نشن، بلکه هنرمندانه رهبری جامعه قبلی از اونها استفاده کرد، در ساختمان، در آبادی، در سرکسازی، در بند و برقسازی و غیره و غیره. یک چیز دیگر میخواستم بگویم که در اینجا ما همیشه علا و بلا را در گردن بیگانه ها میپرتیم، در صورتی که از خود ما هیچ چیز نداریم. ببینید، ما چرا امیال میگیم خلا وجود نداره؟
چی میخواین دیگر از خلا که میگین خلا وجود نداره؟ اول شما قانونیت نداره حاکمیت طالبان در افغانستان، تحمیلی هست، به صراحت میگم تحمیلی است، بخاطر از اینکه مردم هیچ نوع دست بالا نکرده که طالب باشه یا غیر طالب باشه، ما تکنوکرات باشه یا مجاهد باشه یا کی باشه. و دومی که میگن اسلامی، اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان، کی بودن؟ یا کافر آبدن که جمهوری اسلامی افغانستان نام افغانستان ماندن، یا عمو به اصطلاح برادرها و پدرکلانهای بزرگ شما بودن؟ دومی که مسئله گپ دیگه، قانون همین لحظه وجود نداره. خلا دیگه چی است؟ این دو خلا است که افغانستان تباه میکنه و شما هم در این خلا بالاخره ممنون میسوزین. سپاسگزارم. بله امیرزاده صاحب، در حدود یک دقیقه دیگر و کمتر از او فرصت داریم، راه حل چی است به نظرتان؟ من پیشنهاد دارم خدمت رهبری حکومت است که باید موقتا با یک فرمان شیخ صاحب بریم به طرف قانون، اصول هرچ نامشه که امارت برش خوشبین برش هستن و امو دوست دارن که امو کلمه باشه، اصول داخلی امارت اسلامی، اصول داخلی افغانستان، یک شکلی که ما امی بی سرنوشتی و مردم در مقابل حکومت، از حکومت در مقابل مردم یک کمک کرد، یک روزانه امید بیشتر باز شود و این را توسط یک فرمان ممکن است، تا اینکه باز به مو قانون اساسی که مجاهد صاحب اشاره کردن. مسئله دیگه که باید محدودیت ها و ممنوعیت هایی که ایجاد شده در مقابلش باید راه های حل باید زودتر ارائه شود و بر ما با دنیا باید به تفاهم کلان باید برسیم و گفتگوهای بین افغانان خود ما در داخل افغانستان اثر بگیریم و به یک شکلی که بتانیم یک نزدیک شویم و این نزدیکی باعث میشه که ما گذشتهای بد خود فراموش کرده بریم. وقتی که شما هر چقدر گپ میزنین اما بدی فراموش میشه، ولو که کسایی که بیرون از کشور هستن اونا هم باید با اونا هم شریک گپ زده شود، در کابل هم گپ زده شود، این را حکومت میتونه کرده و این مسئولیت امارت اسلامی است. بسیار تشکر، سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.